مرکز فرماندهی عمومی و اداره حالات عاجل وزارت صحت عامه آمار درشتی از تلفات غیر نظامیان را در نزدیک به 12 ماه گذشته به ثبت رسانیده است. بر بنیاد آمارهای این مرکز، از هفتم ماه میزان سال گذشته هجری خورشیدی تا اول ماه میزان سال روان بیش از 18579 کشته و زخمی از رویدادهای هراس افکنانه در سراسر افغانستان در این مرکز ثبت شدند. در 34 ولایت سیستم ما فعال است و از اونجا ارقام جمع‌آوری میکنیم توسط فوکال پوینت های ما و سیستم اطور ترتیب شده که وقتی که ارقام وریفای میشه در سیستم ورود میشه. از این میان 3300 تن کشته هستند و 14600 تن دیگر زخمی هستند. در میان تلفات ثبت شده شمار کشته شدگان حمله های انتحاری 460 تن و زخمیان این رویدادها 1200 تن هستند. از ثبت 651 کشته و بیش از 4100 زخمی در نتیجه انفجارها نیز گزارش شده است. در این میان 902 کودک و 152 زن نیز شامل هستند. تاسو ولی سمدستی په غوونه عملیات کوي او د منځه وړي؟ دا خو اصلا د داس فکر کیږي چې دا صحرایي محکمه هم طالبان کوي، هم دایشان کوي، هم باید دوی وکړي، نو دا خو بیا غلطه ده. ولایت های چون کابل، بغلان، کندوز، ننګرهار، هلمند و کنر با بیشترین تلفات غیر نظامیان در صدر جدول آمارهای این مرکز و بامیان، پکتیا، دایکندی و بلخ کمترین آمار تلفات غیر نظامیان را دارند. اما آنچه که با واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر روبرو شده، تلفات غیر نظامیان در عملیات ها و حملات هوایی نیروهای امنیتی کشور و نیروهای خارجی است. تلفات ملکی در حملات نیروهای امنیتی هم متاسفانه صورت میگیره که ما شاهد زی بودیم در سید آباد و ولایت میدان وردگ و همچنان در ولایت ننګرهار در خوږیانی. وزارت های امور داخله و دفاع ملی از تلاش ها برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در عملیات های نظامی خبر میدهند. نیروهای دفاعی و امنیتی افغان سخت میکشند که متوجه جان افراد ملکی باشند و با اونا آسیب نرسند. امنیتی ځواکون سهوان که چیرته په خطا سره ملکی تلفات موضوع را منسه شوی وي، هغه موږ وختن په وختن بررسي کړې ده او که چیرته په هغو برخه کې چا تعلل کړی وي د ورسره جدي قانوني برخورد شوی. سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیرش تلفات غیر نظامیان را در جنگ افغانستان نگران کننده گفته است و از طرفهای درگیر جنگ خواسته است که برای کاهش این تلفات تدابیر لازم را روی دست گیرند.